درود فراوان به همه ایران دوستان عزیز. من آناشید، گوینده اخبار رودست، در خدمت شما هستم. آمریکا با تحریم ایران قطعنامه 2231 را نقض کرده است. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد آمریکا با تحریم ایران قطعنامه 2231 را نقض کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در حالی که قرار است 28 آذر ماه گزارش دوره‌ای شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 قرائت شود، مطالعه بندهای مهمی از این گزارش پیش از انتشار عمومی نشان می‌دهد دبیرکل سازمان ملل آمریکا را به خاطر اعلام تحریم علیه ایران ناقض قطعنامه خوانده است. بر این اساس آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با دلگرم دانستن اینستکس، خواهان تجارت مشروع اروپایی‌ها با ایران شد. دبیرکل سازمان ملل از عملکرد آمریکا در قطعنامه 2231 و تحریم نفتی ایران ابراز تأسف کرد. طبق گزارش 6 ماهه گوترش به شورای امنیت که در هفته‌های آینده قرائت خواهد شد، بر اساس قطعنامه 2231 ایران می‌تواند با جهان تجارت داشته باشد. گوترش در گزارش 6 ماهه خود آورده ایران تا امروز 15 بار به شهادت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به شورای امنیت ارائه شده به تعهداتش ذیل برجام به طور کامل عمل کرده است. به دنبال تغییر نظام ایران نیستیم. ایران 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. مسئول کارگروه ایران در وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای بار دیگر مدعی شد که واشنگتن به دنبال تغییر نظام سیاسی ایران نیست. برایان هوک که با بخش انگلیسی شبکه صدای آمریکا صحبت می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در تهران است، گفت سیاست ایالات متحده تغییر در رفتار ایران است، نه رژیم آن. همه می دانند که ما فهرستی از 12 درخواست داریم که اغلب آن بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هستند که به اتفاق با رأی چین و روسیه تصویب شده اند. وی افزود اینها پیش از توافق شکست خورده هسته‌ای با ایران استانداردهای بین‌المللی بودند. حالا ما داریم تلاش می‌کنیم آن استانداردها را احیا کنیم. اغلب آنها را در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌یابید. این فهرست غیر واقع‌بینانه نیست، بسیار واقع‌بینانه است. هوک در همین مصاحبه در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت مشابه به ریزش دیوار برلین در ایران رخ می‌دهد، ابراز امیدواری می‌کند که ناآرامی‌ها و اعتراضات در ایران به نتیجه برسد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه 6 ماه دیگر تمدید شد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه روسیه را به مدت 6 ماه دیگر تمدید می‌کند. این تحریم‌ها در سال 2014 میلادی و پس از الحاق منطقه کریمه به روسیه وضع شد. یک مقام ارشد اروپا چهارشنبه گذشته در این باره گفته بود به احتمال زیاد شورای اروپا حمایت کامل خود را از تمامیت ارضی اوکراین و حاکمیت آن را اعلام می‌کند و همان گونه که انتظار می‌رود تحریم‌های اقتصادی خود علیه روسیه را در چارچوب توافق مینسک بار دیگر تمدید خواهد کرد. پیشتر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز گفته بود که در شرایط فعلی دلیلی برای برداشته شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه وجود ندارد. آمریکا به زودی از منطقه فرار خواهد کرد. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه هوشمندی ملت‌های منطقه ایالات متحده را به شکست خواهد کشاند، گفت اطمینان می‌دهم که آمریکا به زودی از منطقه غرب آسیا پا به فرار خواهند گذاشت و ملت سوریه آمریکایی‌ها را از کشورشان بیرون خواهند کرد. به گزارش فارس، سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در یادباره شهدای تیپ نیروهای ویژه صابرین اظهار داشت نیروی زمینی سپاه یک نیروی پر افتخار است که حضور جدی در میدان دارد. ممنونم که با ما همراه بودین. اگه به بخش خبری ما علاقه‌مند هستین، کانال دوم رودست رو سابسکرایب کنید. پاینده باشید.